سلام، این قسمت میخوام آموزش دمو درست کردن با ادوب پریمیر رو براتون بذارم که حالا خیلی ها درخواست داده بودن که چجوری دموهای بیتتو درست میکنی. این رو بذاریم و اگر حالا خوب بود تو کامنت ها بگید که کلن این نرم افزار رو آموزشش رو ادامه بدیم. بعد از اینکه ادوب پریمیر رو باز کردیم میایم نیو پروژکت میزنیم، اسم پروژتون میدید، محل سیف شدن پروژه ادوبه رو میایید این قسمت انتخاب میکنید، با بقیه چیزا کار نردیم و اوکی میکنیم. بعد یه همچین صفحه‌ای براتون میاد، فقط اگر یه وقت روی این یکی بود یا این یکی بود دیدید به این صورت نیست، بیایید روی ادیتینگ. البته فرقی نمیکنه، تقریبا همش میشه توش کار رو انجام داد، ولی خب توی این راحت تر هست برای این کاری که دموی بیت میخواییم درست کنیم. بعد میایم توی این قسمت ایمپورت مدیا، راست کلیک میکنید، ایمپورت رو میزنید، میایید توی پوشه‌ای که بیتتون هست، مثلا حالا این بیت، میایم بیت رو میندازیم اینجا. خب بعدش باید بیاید یه دونه عکس بذارید، یا اینکه بیاید یه دونه ویدیو لوپ کنید، یک ویدیو کوتاه. دیگه چه عکسی بذارید و اینا به خودتون بستگی داره. من میام یه دونه عکس، حالا هر چیزی که دارم رو انتخاب میکنم. میتونیم بیاییم مثلا همین مترو رو انتخاب کنیم، عکستون هم میارید درک میکنید این قسمت به اندازه طول آهنگ که الان میخواید دمو درست کنید میکشید. خب اگر ویدیو بود میتونید ویدیو هم به همین صورت درک کنید، هر اندازه یه ویدیو رو خواستید انتخاب کنید به این صورت و لوپش کنید پشت سر هم. خب حالا میمونه این که بیایم یک نوشته اضافه کنیم. میاید یه دونه کنترل تی میزنید توی این پنجره، تکستتون اینجا میاد، روش دابل کلیک میکنید، حالا نوشته ای که میخواید بزنید رو میزنید، مثلا به این صورت. دوباره سلکتش میکنیم، میایم این رو یک مقدار کوچیکترش میکنیم که تمام حروف مشخص شه. کجای صفحه باشه رو میتونید بیاید با این اندازه بدید. دوباره به صورت کلی میتونید ریزش کنید. فونت نوشتتون رو میتونید بیاید اینجا تغییر بدید. رنگش رو میتونید بیاید اینجا انتخاب کنید. حالا من همینجوری رندوم دارم میزنم. این قسمت میتونید بیاید دور این نوشته یک خطی بدید که حالا هر رنگی که خواستید باشه، مثلا این رنگی، و مقدار اون خط رو ببینید با این عدد این جلو میشه نازک و کلوف کرد که حالا دوتا فکر کنم کافی باشه. و این نوشته هم میکشید و هر اندازه که خواستید روی آهنگ باشه قرار میدید که معمولا کامل میذارید. خب این میشه برای یک دموی خیلی ساده تا همین جای کار که میتونید بعدش بیاید اینجا اکسپورت بگیرید، مدیا رو بزنید و بیایید برای اکسپورت. این قسمت فرمتش رو انتخاب میکنیم. این قسمت میایم از پریست های خود ادوبه میتونیم انتخاب کنیم که مثلا یوتیوب 480، یوتیوب 720، به طور مثال 480ش ببینید میشه 183 مگ، یا مثلا 4Kش میشه 888 مگ. که حالا بهتون میگم من روی چی میگیرم. یک پریست درست کردم برای خودم 1280x720. بعد دیگه این قسمتش رو تغییر ندیم. توی این قسمت بیتریت سیتینگ اومدیم، این رو گذاشتیم وی بی آر تو پس و تارگت بیتریت رو آوردم روی 1.9. ماکسیموم بیت ریت همون هم روی 1.9. حالا بعضی وقتا که میخوام یک ویدیوی با
با حجم خیلی کمتر درست کنم، این رو مثلا میارم روی یک، مثلا برای اینستا و اینجور جا بخوام درست کنم، یا اگر بخوایم مثلا آموزش ها رو معمولا روی 1.4 میگیرم. که مثلا الان این میشه 37 مگ. فقط دقت کنید توی قسمت آدیو بذارید روی 320، آدیو کوالتیز های 320 بیت ریتش و استریو. این قسمت هم میتونید سمپل ریتو بذارید 48000 یا 44100، بستگی داره بیتتون روی کدومش هست. که اگر بیتو با 48000 خروجی گرفتید، اینجا هم بذارید 48000. خب اینم از این میمونه. حالا بخوایم یه کوچولو افکت بدیم، که مثلا بعضی دموهایی که من میذارم و اگر دیده باشید یه خطی میاد روی عکس، خیلی آروم، حالتهای لوفای میاد رد میشه، که میتونید اونم بیاد اینجا تو قسمت افکت. فقط اینو بگم اون کاری که میکنید باعث میشه خروجیتون خیلی طول بکشه. این افکتیه که خیلی سی پی او مصرف میکنه و خروجی رو خیلی طولانی تر میکنه مدت زمانشو. میایم توی افکت ورپ سرچ میکنید، ویو ورپ رو میارید، میندازید روی عکستون. و حالا این رو روی عکس انداختیم، میایم این قسمت توی قسمت افکت کنترل، ویو ویدث رو میدیم 1000 یا حالا یه چیزی دور و بر 1000. بعد دایرکشن رو میدم 0، ویو اسپید هم میدم نیم. این ویو اسپید سرعت اون خطاییه که اینجا رد میشه. ویو تایپ همون رو میذاریم اسکوئر و پینینگ همون هم میذاریم آل ایجز، که این گوشه هاش دندونه دندونه نشه. خب الان اگر پلی کنم اون خطا رو میبینید. اگر سرعتش زیاد بود میتونید بیاید این رو بذارید روی 1/10. اگر خواستید روی نوشتتونم بیفته میتونستید بیاید، حالا این افکت رو من کپی کنم، کاتش میکنم، میایم اینجا یه دونه adjustment layer میذاریم. این adjustment layerتون معمولا خودش با اون چیزی که اول گذاشتید یکیه با سکونستون، ولی اگر نبود اون تنظیماتش رو با سکونس یکی کنید. adjustment layer رو میاریم این بالا، روی کل اینا میذاریم. ببینید مهمه که بالاترین قسمت باشه که هم روی نوشته اثر بذاره هم روی عکس. بعدن توی adjustment layer میام اینجا paste میکنم. خب حالا این رو میایید export میگیرید با توجه به همون تنظیماتی که گفتم. توی این قسمت میایید محل پوشه و اسم فایلی که قراره خروجی بده رو save میکنید. این قسمت میایید میتونید از این پریست ها انتخاب کنید یا میتونید پریست خودتون رو داشته باشید. این پریستی که من درست کردم یه دونه از این 720 است، های کوالیتی 720. فقط تفاوتش اینه که ببینید اومدم توی این قسمت اینو گذاشتم رو وی بی آر تو پس و این رو آوردم زیر 2. که ببینید میشه همون 29 مگین حدودا. آدیومون هم میاییم درست میکنیم، گفتم 44100. و
بستگی به بیتتون داره، بقیهش رو دیگه کار نداریم. الان فکر کنم اوکی باشه. فقط من این رو بیام کوتاه کنم که اکسپورتمون خیلی سریع گرفته شه بتونیم ببینیم. یه دیفالت ترانزیشن هم اول و آخرش میذاریم که یک دفعه شروع نشه. اکسپورت بگیریم. ببینید 6 مک شد حجمش. الان به خاطر اون افکت ورب که گفتم باز طول میکشه. اگر اون افکت نبود الان این خروجی تموم شده. خب سرعت خروجی به سیستمتون خیلی بستگی داره که به چه صورت باشه. خب بریم این خروجی که گرفتیم رو ببینیم. کانال رو سابسکرایب کنید. اگر از ویدیو خوشتون اومد کامنت بذارید که این نرم افزار رو ادامه بدید.